درود به ارادت آقای بابا زاده. سلام، وقت شما بخیر. شما خوبید؟ بخیر، زنده باشی. ممنون، شما خوبین؟ متشکرم، مرسی. بد نیستیم. به من اجازه بدید فقط عرض ارادت، صدای من خوب دارید شما؟ من صدای شما رو خیلی خوب دارم. آره، صدای شما خوبه. صدای منم که اوکیه. با توجه به اینکه امروز جمعه است و آخر وقت و احتمالا مردم میخوان کلی برنامه دارن که برن بشینن ببینن، اگر که موافقید من یک کلیتی رو درباره امروز و این بحث در واقع صحبت کنم و بعد بریم سراغ سوال و جواب با جناب عالی، که اولین نکته‌ای که مهمه اینه که همه سوالات و اتفاقاتی که افتاده حداقل پاسخ داده بشه به نظر من، چون موضوع مهمی بود، خیلی حاشیه ساز شد اون لایو جنجالی شما و حالا رزومه کاری خودتون، اصلا شناختی از شما. به هر حال دوست داریم بیشتر در موردتون صحبت کنیم و بعد در انتها هم در واقع درباره آینده کاریتون می‌خوایم صحبت کنیم. به عنوان صحبت ابتدایی آقای احسانی عزیز، میخوام یه ذره در مورد رزومه خودتون، رزومه کاریتون به من بگید تا حالا دوستانم جمع بشن تا بریم سراغ سوالات اصلی تر. بله حتما. فعالیت من از سال 90 شروع شده آقای بابازاده. من سال 90 اولین قطعم رو منتشر کردم به نام آدم و حوا. شروع فعالیت موسیقی من از سال 90 به صورت حرفه‌ای، البته حرفه‌ای که میگم یعنی این که دیگه موزیک دادیم و منتشر کردیم توی اینترنت. و خب من مشهدی هستم و تقریبا همون 89 که دیگه وارد این حوزه شدیم، دیگه 90 تصمیم گرفتم که به صورت حرفه‌ای ترک پخش کنیم و منتشر کنیم، که خب دیگه تقریبا یه آلبوم 8 ترکه رو منتشر شد که اونم به نام آلبوم آدم و حوا بود. سال 94 ازم منتشر شد و تک آهنگم که تقریبا حدود 25-6 تا تک آهنگم ازم منتشر شد و صدا سیمای خراسان رضوی هم چند بار اجرا داشتم. و اینجوری بهتون بگم که خب کلن توی مشهد به دلیل حالا اینکه کنسرت برگزار نمیشه و مجوز صادر نمیشه و کلن بیتفیلی نیست واسه خواننده هایی مثل من که بتونن اجرا داشته باشن، اجرای زنده داشته باشن. خیلی تفاوت داره اینکه شما ترک بدی بیرون بعد همون ترک رو بیای حالا به عنوان مثال توی یک آمفی‌تئاتر جایی همون رو اجرای زنده بکنی، اونجاست که خب شنونده متوجه میشه که شما اصلا خواننده هستی یا نیستی. اصلا اون ویترینه توی مشهد وجود نداره برای اجرا. و حالا با سوال اگه داری من در من سعی کردم کامل بگم. حالا باتم آره، من دارم دنبال این میگردم که کامنت ها رو چجوری ببندم. پیدا کردم، تو کامنت ها رو میبندیم با اجازه دوستان که بحثمون رو راحت تر بتونیم جلو ببریم، سرعت اینترنت هم یه ذره بیاد بالاتر. این چند وقت، شاید چند روز گذشته، اتفاقات حواشی مختلفی سر لایو پرحاشیه شما با بابک صحرایی در فضای مجازی به وجود اومد و حتی رسانه‌های رسمی هم به این موضوع پرداختن. اول از اینکه اصلا وارد اون بحث لایو بشیم که چه اتفاقایی توی اون لایو افتاد، میخوام یه ذره در مورد کلیت این تیپ برنامه‌ها، اصلا شما از کجا متوجه همچین میتینگی در فضای مجازی شدید که بتونید قابلیت‌های خودتون رو به مخاطب موسیقی نشون بدید؟ این فراخانه از کجا اتفاق افتاده بود و اصولا آیا خیلی پیگیر این تیپ مواقع، این تیپ اتفاقا هستید که حاضر شدید وارد اون لایو بشید و اون گفتگو رو انجام بدید؟ بله، خب این تبلیغاتش رو من توی صفحه آقای صحرایی دیدم که اصطلاحا به اسم صدای تازه یه پیجی منتشر شد که خود آقای صحرایی تبلیغاتش رو میکردن. خب دلیلش هم این بود که ما خیلی دست و پا میزنیم که دیده بشیم، یعنی حتی اگر کار خوبم تولید بکنیم و اصطلاحا کسی نباشه که حمایتمون کنه، شاید اون قطعه دیده نشه. حتی اگر خیلی کار خیلی خوب و هیت رو هم شما منتشر بکنی، تا زمانی که از جای حمایت نشی، البته این نظر شخصی بنده است، تا به نظرم دیده نمیشه. یعنی حتما باید یه حمایتی داشته باشی، یه اصطلاحا پخش خوب داشته باشی. خب این همه باز هزینه بردارم هست برای خواننده‌های مثل ماها، یه پخش خوب و اون اصطلاحا اون ویترینه خیلی مهمه. رو همین حساب خب اینجور فراخوانا، اینجور مثلا هم میتینگا، خب اگر استعدادش رو داشته باشی، صداش رو داشته باشی و اتفاقی واسه بیفته، میتونه یه سکو پرتاب باشه برات. حالا
آقای صحرایی یا هر خواننده دیگه، حتی من فراخانی هم چند وقت پیش از آقای صادقی دیدم، آکادمی آقای صادقی. خب اینا هست، این یه چیزیه که برای خواننده های ناشناس و گمنامی مثل ما قطعا اینجور اتفاقات خوبه. و یه نکته هم البته بگم، حالا شاید بعضی دوست نداشته باشم من اینو بگم، معمولا هیچ جای دنیا بابت فراخوان هزینه ای نمیگیرن، اما خب ماها ناچاریم تو این فراخوانا که شرکت میکنیم هزینه ای هم بپردازیم برای اینکه بیایم حالا چند دقیقه اجرا بکنیم و اصطلاحا بخونیم کار خودمون رو و بخوایم خودمون رو نشون بدیم. یعنی برای حضور در این لایو شما پول داده بودید؟ بله. این اولین بار فکر میکنم دارید میگید، درسته؟ بله، من هیچ جایی اینو تا حالا نگفتم. این رو هم فقط دوست دارم بگم که حالا برسه به گوش اون کسایی که اگر فراخوانی میذارن، اگر میتینگی میذارن، حداقل از استعدادهای جوون هزینه نگیرن. یعنی حالا چند دقیقه قراره 3 دقیقه 4 دقیقه یه خواننده بیاد یه اجرایی بکنه، دیگه بابت اون حداقل هزینه ندن، بیان کارشون اجرا بکنن، حالا یا خوبن یا بدن، دیگه خوب بود میره حالا اصطلاحاً جزء اون نفرات برتر و اتفاقات بهتر براش میفته، بعدم باشه که خب دیگه همون 3 دقیقه تایم بهش دادین و نتونسته خودش رو ثابت بکنه دیگه. ولی اینکه هزینه، من هیچ مصاحبه اینو نگفتم. من تو با آقای طالبزاده هم، حمید طالبزاده هم، که خیلی خیلی از اینجا بهشون سلام میکنم و خیلی هم ازشون ممنونم بابت حمایتی که از من داشتن، این نکته رو حتی توی لایو هم من نگفته بودم. و اما اینو الان تصمیمم بر این بود که حداقل اینجا بگم که برسه به گوش دوستانی که فراخوان میذارن و استعدادهای جوان میخوان بیان خودشون رو نشون بدن، حداقل بابت این هزینه ندن. به نظر من هیچ جای دنیا این کارو نمیکنن بابت فراخوان بخوان هزینه بگیرن. من تو هم ازتون خواهش کنم که این عدد رو هم بگید، چون اصلا برای من خیلی جالب شد. شاید اصلا مسیر گفتگومون رو عوض کرد این جمله که شما گفتید. یعنی من یه سری سوالاتی رو اینجا آماده کرده بودم، اصلا این جمله که الان گفتید شاید مثلا باعث بشه که اصلا خیلی بیشتر در موردش حرف بزنیم. ممکنه رقم این در واقع فراخوان رو هم، حضور در این فراخوان رو هم بگید؟ 200,000 تومان مبلغش بود و در ازای این 200,000 تومان قرار بوده که فقط بیاید 3 دقیقه اجرای زنده داشته باشید و تمام، درسته؟ نبوده، ولی به همون اندازه که کار خواستین اجرا بکنی، این که تایم مشخص کرده باشن آقا 2 دقیقه 3، نه اینجوری نبوده. به اندازه اینکه یک کار رو یه قطعه رو اجرا بکنی، معمولا یه قطعه هم همون 3-4 دقیقه، بیشتر طول نمیکشه. و چند نفر در واقع تا هر یه روزی که این فراخوان اتفاق افتاده بود تو هر یه روز چند نفر میومدن توی لایو؟ فکر میکنم حالا دقیق حضور ذهنم، فکر کنم 10 نفر. بعد این فراخوان در واقع در روزهای مختلف ادامه داره، اینجوری نیست که در یک روز کار تموم بشه، درسته؟ بله بله، روزهای مختلف ادامه داره، فکر کنم هنوز هم ادامه داشته باشه، چون قرار بود جالبه. مکانیسم جالبیه. خب آره، ببینید من میگم اگر خیلی خوبه این اتفاقات، اما خب کسایی که شاید خیلی از دوستان و بچه‌های با استعداد می‌خواستن تو این فراخوان شرکت بکنم اما هزینه‌شو نداشتم و شرکت نکردم، چه بسا چه استعدادهای خوبی رو ما داریم که توان همون 200,000 تومان هم ندارن. حالا منم توان مالی اونقدر بالا نیست، ولی خب به هر حال میگم دیگه، یه جور اصطلاحاً میگیم بذار به اینجا هم بریم، اینم یه امتحانی بکنیم، اونم امتحان کردیم، اینم امتحان کنیم. ولی خیلی‌ها شاید همین 200 تومان هم واقعا نداشته باشن، اونم شرایط الان، شرایط اقتصادی الان، شرایط موجود. و دقیقا این موضوعات در اون آگهی که از این فراخوان منتشر شده بود، تمام این موضوعات خیلی شفاف عنوان شده، یعنی کاملا نوشته شده که حضور در این لایو هزینه بر است یا نه بعد از اینکه شما ثبت نام میکنید اینا رو عنوان میکنن؟ نه نه، این بعد از اینکه شما تماس میگیرین شماره کارت به شما میدن و میگن این مبلغ رو واریز بکنین، شماره پیگیری رو به ما بگین تا ما اسمتون رو بنویسیم توی لیست دوستانی که میخوان شرکت بکنن در این لایف، در این فراخوان. خیلی خیلی داره جالبتر هم میشه پس با این اصف. بعد حالا از این تیپ فراخوان ها آیا گزینه های دیگه ای هم بوده که شما به هر حال چون دارید میگید که خب خیلی دنبال فرصت برای دیده شدن هستید، فرصتی برای اینکه کارتون رو ارائه بدید، آیا جاهای دیگه ای هم این تیپ تجربه ها رو داشتید؟ نمونه های مشابهش رو هم دیدید؟ ببینین ثبت نام کردم، ولی مثلا به عنوان مثال برنامه عصر جدید بوده، یا مثلا خب چون حجم زیادیه شاید خیلی وقتا اصلا اون درخواست شما و اون ویدئوی شما اصلا دیدم نشه،
برنامه چند سال پیش بود به نام شبکوک. اینجور فرمانه تلویزیونی هم بوده ولی من حضور نداشتم، اما شرکت کردم، یعنی ثبت نامه رو کردم برای اینکه برم و اجرا بکنم. حالا اگر شانسش رو داشته باشی و اصطلاحا دعوت بشی. ولی این اولین فرمانه. خب بریم سراغ روز برنامه، روزی که اتفاقات مختلفی افتاد و حالا خبرسازی های مختلفی هم در موردش رخ داد. توی ویدیو حالا چیزی که مخاطب و بیننده داره میبینه اینه که شما خیلی به صورت تصادفی دارید یک لیوان آب برمیدارید میخورید، لیوان رو میذارید سر جاش، یه سری صحبت های از طرف آقای بابک صحرایی عنوان میشه مبنی بر این که این ماه چه ماهیه، شما میگید اردیبهشت ماهه، بعد میگم ماه قمریش چیه، بعد شما میفهمید که ماه رمضونه و از اونجا به بعد به هر حال یک گفتمانی شکل میگیره. شما علارغم این که در واقع عذرخواهی میکنید، ایشون با یک ادبیات به هر حال مدعیانه‌ای به قول بسیاری از دوستان شما را اخراج میکنن، ویدیو سیو میشه، ویدیو در فضای مجازی میپیچه و به شدت پر سر صدا میشه. روایت خودتون از این اتفاق رو میتونم میشه خواهش کنم به ما بگید؟ اصلا خودتون اون لحظه در جریان اتفاقاتی که رخ داد بودید؟ دقیقا همین چیزی که شما گفتین بود آقای بابازاده. من واقعا یعنی اون لحظه، خب به حال قرار بود اجرا بکنم و خواستم گلوی تازه بکنم و این واقعا اصلا حواسم به این که ماه رمضونه و یعنی اون لحظه که حالا آب خوردم و حتی اگر آقای صحرایی چیزی نمیگفت هیچ کس متوجه نمیشد و هیچ اتفاقی نمیافتاد. یعنی حالا در این که من اون کارم اشتباه بوده و حالا عرف جامعه به حال این رو میطلبه که خب معمولا این کار انجام نشه، حالا من خب عرفتون نگفته نمارد که چند پیش توی کلیپ هایی دیدم حتی تو برنامه تلویزیونی اتفاق اصلاحا یا این سوتی داده شده، اما این که خب من عذرخواهی کردم چون واقعا سهوم بود، عذرخواهی کردم و فکر نمی کردم واکنش آقای صحرایی هی بدتر بشه. یعنی واقعا خودم هم شوکه شدم که این جواب رو میدن. حتی من دو بار عذرخواهی کردم حالا توی ویدئوی کام، چون بعضی ویدئوها عذرخواهی آخرمو نشون ندادم ولی بعضی ویدئوها هست که من حتی آخرش هم عذرخواهی کردم دوباره. و و بعد از این موضوع، یعنی این ویدیو اومد در فضای به صورت مشخص در توییتر خیلی بزرگ شد و حالا رسید به کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی و این حرفا، یکی دو روزه خیلی بزرگ شد. آیا واکنش مشخصی از سمت خود بابک صحرایی برای نسبت به شما اتفاق افتاد؟ یعنی تماسی گرفته بشه، صحبتی بشه، یعنی که شما زنگی بزنید به ایشون و به صورت تلفنی و پرایوت در واقع صحبت کنید؟ همچین اتفاقی افتاد بعد از این اتفاقات حاشیه‌ای که در فضای مجازی به وجود اومد؟ نه، بعد از اون قضیه از سوی آقای صحرایی هیچ اتفاق نیفتاد، یعنی هیچ صحبتی نشد. من حتی خودم هم آقای بابازاده حتی نه پستی نه استوری در باب این قضیه هیچ وقت توی پیج خودم انجام ندادم. من حتی روزی هم که این ویدیو دست به دست شد و اینقدر بازتاب داشت خودم شوکه بودم، یعنی اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر قضیه بزرگ بشه و اینقدر دیده بشه و حالا خدا رو شکر برای ما اتفاقات خوبم داشت، ولی واقعا فکر نمی‌کردم، یعنی به هیچ عنوان همچین اتفاقات بعدش رو تصور نمی‌کردم و نمی‌دیدم. چه متوجه شدید که بازی اینقدر بزرگ شد و ویدیوتون تقریبا تو همه رسانه‌ها پخش شده؟ من فکر می‌کنم دو روز بعدش، آره دیگه 11 اردیبهشت من دیگه دیدم وایرال شده و دوستان خیلی زنگ میزدن. حتی من یکی از دوستان دوران سربازیم که مثلا شاید الان نزدیک 9 ساله که اصلا خبر نداریم با هم تماس گرفت و که آره من ویدیوات دیدم و اینجوری، اصلا یه باستاب عجیبی داشت. یعنی از دوستان خودم شروع شد و بعد دیدم پیج های معتبر اینستاگرام گذاشتن، حتی توی بعضی از شبکه های خارج از ایران هم نشون داده شد این ویدیو. و یه نکته که خیلی به هر حال داره سپرسیده میشه و به منم حالا خیلی گفتن حتما از خودتون این موضوع رو بپرسم، این بود که ادبیاتی که شما در مورد در واقع مواجهه با آقای صحرایی داشتید، من اینو البته اینجا بگم که خب بابک صحرایی هم حق داره بیاد صحبت کنه در مورد خودش، اصلا قرار نیست یه طرفه
به قاضی بریم، اگر که تمایلی داشت من با کمال میل خیلی دوست دارم که در این مورد حتما گپ بزنیم با هم. برگردم به سوالم، این که ادبیاتی که شما دارید بعد از اون نوع برخورده با بچه صحرایی با خودتون خیلی عجیب بود، یعنی خیلی ها میگفتن که خب این چرا اینجوری نشسته و هی داره عذرخواهی میکنه، خب چرا هیچ صحبت منطقی با ایشون انجام ندادی؟ فکر نمیکنی واکنش خودت به اون نوع رفتار هم باعث شد که این ویدیو یه جورایی بزرگ و بزرگتر بشه؟ خب اولش که من این نکته رو بگم، آقای صحرایی پیشکسوت ماست، ایشون یکی از ترانه‌سرایهای بسیار بسیار خوبن که خب هم با خواننده های داخلی و هم خواننده های خارجی همکاری داشتن. خب ادب حکم میکنه که آدم وقتی یه کاری اشتباهی رو انجام میده، حالا هر اشتباهی میتونه باشه، عذرخواهی بکنه. و چه بسا که من هم از لحاظ سن و سال و هم از لحاظ کاری اصلا قابل مقایسه با آقای صحرایی نیستم، ایشون بزرگ ماست و من واقعا وظیفه خودم میدونستم بابت اون کار اشتباهی کردم عذرخواهی بکنم. و اینکه واکنش بعد از اون عذرخواهی هی داشت اصطلاحا یه خورده‌ای شاید جالب نبود، حالا میگم واقعا خودم هم شوکه شدم که اون واکنش نشون داده شد از سمت آقای صحرایی. من وظیفه‌ام این بود که اون لحظه، نه از آقای صحرایی، حتی از همه کسایی که تو اون لایو حضور داشتن و روزه بودن، باید عذرخواهی میکردم. این ادب حکم میکنه که این اتفاق بیفته و انسان وقتی یک کار اشتباهی رو انجام میده عذرخواهی بکنه. یه سری از خواننده ها در واقع در حمایت از تو و بسیاری از در واقع اهالی موسیقی اومدن و اظهار نظر کردن، خواننده های این وری این رسمی داخلی و چه خواننده های خارج از ایران. این واکنش ها رو چطور، استنباط شخصی از این واکنش ها چی؟ آیا خیلی ها اومدن و با خودت هم توی پرایوت احتمالا حرف دادن؟ یه ذره در مورد واکنش ها هم لطفا به ما بگو. واکنش ها که خب خدا رو شکر میکنم من به واسطه این اتفاق با دوستان بزرگی آشنا شدم. آقای حمید طالب‌زاده که خب اولین کسی بودن که من رو حمایت کردن و با هم دوست شدیم، الان هم با هم در ارتباطیم و قرار ان شاءالله اتفاقات خیلی خوب بیفته، همکاری هایی با هم داشته باشیم، چون من علاوه بر خوانندگی ترانه و ملودی هم میسازم و انجام میدم و قرار شد که همکاری هایی با هم داشته باشیم. ایشون لطف کردن یه قطعه موزیک به من هدیه دادن که قرار شد انشالله تا چند وقت دیگه انشالله پخشش بکنیم و یعنی کار بکنیم و پخشش بکنیم انشالله. خانم برزویی لطف داشتن، خانم اسدی، مریم اسدی و خیلی از دوستان، حتی هم داخلی هم خارجی. حالا میگم لایو میتونم حتی اسم دوستان خارجی رو هم ببرم، بغیر از آقای طالب زاده، خانم سالومه خیلی لطف داشتن و حتی تو برنامه من و تو هم، توی شبکه من و تو هم توی یک از برنامه هاشون در این باره صحبت شد. دوستان زیادن، یعنی شاید بگم آقای سعید زکایی لطف داشتن به من و من رو به یک برنامه تلویزیونی دعوت کردن، برنامه چتیکه شبکه نسیم که قرار انشالله یه جایی داشته باشیم اونجا. اتفاقات خوب. کدوم آقای زوکایی؟ سینا زوکایی ببخشید من اسمشون رو اشتباه گفتم، گفتم سعید زوکایی فکر کنم. جدی دعوت شدی؟ بله دعوت شدی به برنامه چلتی که؟ بله آقای زوکایی. به به آقا سینا دم شما گرم، سینا تو لایومون هست اتفاقا داره میبینه. آقای سینا زوکایی خیلی از شما ممنونم که این دوست خوب ما رو دعوت کردید به برنامه‌تون. بله منم سلام میکنم خدمت ایشون و متشکرم ازشون، ایشون با من تماس گرفتن و با هم صحبتی داشتیم تلفنی و در نهایت هم قرار شد که من برم و تو این برنامه حضور داشته باشم و باعث افتخاره و خدا رو شکر میکنم که میگم دوستان خوبی مثل آقای زوکایی، مثل شما آقای بابازاده، آقای طالبزاده و خیلی از دوستان دیگه. حالا من بخوام یکی یکی اسم ببرم تایم اجازه نمیده. اگه زمان برگرده به عقب به همون لایوی که با بابک صحرایی داشتید صحبت می‌کردید، آیا باز هم واکنشی که ما از شما دیدیم همین قدر در کمال ادب و متانت خواهد بود یا نه؟ این روزها خیلی به خودت فحش میدی که چرا جوابشو ندادم. نه من هیچ وقت، حتی اگر اتفاقات خیلی از این بهترم برام میافتاد به واسطه این قضیه، باز همینی که همین اتفاقی که افتاد میافتاد.
من سعی کردم همیشه اولین چیزی که برام مهم باشه ادب باشه و امیدوارم که این همه داشته باشه. فکر میکنم خودت هم در جریان حالا واکنش هایی که داشتی خودت هم متوجه شدی که دنیای ترانه‌سراها در ایران دنیایی که شاید به یک جرقه اینفورمی بند بود که بیان و واکنش های واضحشون رو یعنی تعارفات رو بذارن کنار و درباره بابک صحرایی، یعنی اصولا ترانه‌سرایی در ایران چند شاخه و چند تیم رو تشکیل میده، امثال آدم هایی دوستانی مثل بابک صحرایی، چه میدونم افراد مختلف، هر کدوم یه تیم مختص و مشخص خودشون رو دارن. ولی نکته که در مورد شما اتفاق افتاد باعث شد که یغما گلرویی، چه میدونم مریم اسدی، مونا برزوی، اینا بیان و تعارفات رو کنار بذارن و خیلی واضح در این مورد صحبت کنن. علاوه بر این ترانه‌سراها آیا کس دیگه‌ای هم بود که با شما در مورد این اتفاق صحبت کنن؟ از خواننده‌های داخلی نه، هیچ کسی واکنشی نشون نداد که برای خودم هم یکم عجیب بود. حالا میگم اصلا نمیشه خیلی این رو به کسی خورده گرفت، اما خب معمولا خواننده های داخلی برای اتفاقات خیلی از این معمولی تر هم واکنش نشون میدادن قبلا، اما نمیدونم حالا چرا سر این جریان هیچ واکنشی از طرف هیچ کدوم از خواننده های داخلی واکنش نشون ندادن. خب تایم رو بخوایم یه ذره مدیریتش کنیم، الان ما دقیقا 24 دقیقه داریم با هم گپ میزنیم، 6 دقیقه دیگه ای که هست، حالا من چند دقیقه کامنتارم با اجازه خودش باز میکنم که حالا اگرم سینا باشه صحبت های سینا رو هم میشنویم. سوال بعدیم اینه که در مورد آینده کاری خودت حرف بزنیم، که چه برنامه ریزی هایی رو برای آینده کاری خودت در نظر گرفتی، قراره که چه اتفاقاتی بیفته و این نوع ورودت به فضای موسیقی چقدر قراره که ادامه دار باشه و این روال رو سعی کنی جدی ترش بکنی. قطعا من انرژیم شاید 100 برابر 1000 برابر شد برای ادامه کار و خیلی از دوستان حرفه‌ای ترم میخوام کمک بگیرم، هم تو زمینه ترانه هم تو زمینه ملودی تنظیم. خیلی یه دنیای عجیبی، دنیای بزرگی برای من باز شد و میگم چون به واسطه همین اتفاق دوستان خوبی هم پیدا کردم، من قبل این پیش بودم از این دوستان رو نداشتم و الان خدا رو شکر میکنم روزی 100,000 بار خدا رو شکر میکنم که این دوستان هستن و حمایت هم میکنن و من خیلی با انرژی تر، خیلی قوی تر ادامه خواهم داد. همکاری های خیلی بیشتری با خواننده های خوب خواهم داشت، از جمله آقای طالبزاده که حتما یک کار خیلی خوب از ما میشنویم که من خودم با افتخار میخوام یه قطعه تقدیم بکنم به آقای طالبزاده که ترانه ملیشو خودم برای ایشون بسازم و ایشون بخونن. توی سوالا دارم میپرسن که اگر دوباره آقای صحرایی شما رو دعوت کنن توی لایو، قبول میکنید که با ایشون توی لایو برید و گپ بزنید در مورد همه حواشی که رخ داده؟ سوال سختیه، بهش فکر نکرده بودم، حالا بهش فکر میکنم اعلام میکنم. به هر حال از اینکه تو این لایو حضور پیدا کردی ازت خیلی ممنونم، چون به هر حال سوالا خیلی زیاد بود، واکنشا خیلی خیلی زیاد بود، حضور و توضیحات شفاف خودت خیلی کمک کرد. من این ویدیو رو سیوش میکنم، ان شاء الله در کانال یوتیوب و در رسانه‌های مختلف که شخصی خودم هم میذارم، در کانال تلگرام همینجا سیوش هم میکنم، ان شاء الله که باز هم موفقیت‌های خوب شما رو ببینیم. اون ادب شما، اون متانت شما در پاسخگویی به اون نوع رفتار قابل احترامه، قطعا همه نسبت به این احترام خیلی 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 لذت بردن از میزان ادب شما. امیدوارم که بهترین اتفاقا براتون بیفته. خیلی ممنون که توی این لایف شرکت کردی. آخرین جملهاتو میشنویم. ممنون از شما آقای بابازاده، منم خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم و این مصاحبه رو و این گپ رو با هم داشتیم. نکته آخر این که دوستان از خواننده های مثل ما که دیده نشدن و شناخته نشدن حمایت کنن و امیدوارم منم حمایت کنن. یه تبلیغاتی هم بکنم، من کار آخرم رو دیروز منتشر کردم به نام قطعه مهربون ترین که خب ترانه ملودیش کار خودم بود، تنظیمش را آقای ادریس رضایی فر عزیز انجام دادن. حتما این کار رو بشنون، ولی خیلی کارهای بهتر و قوی تر حتما از من میشنون و من با انرژی و با قدرت ادامه میدم تا خودم رو ثابت بکنم به موسیقی کشورمون.
مرسی از شما، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. ممنون که توی این لایف شرکت کردید. زنده باشین، شب شما هم بخیر. مرسی، شبتون بخیر. خداحافظ. خب مرسی از همه دوستانم که بودید. من این لایو رو سیو میکنم و در صفحات شخصی خودم به اشتراک میذارم. باز اگر سوالی بود در خدمتتون هستیم. ممنون از همگی، شب همگی بخیر. متشکرم.